یادی از هنرمندان. شنوندگان عزیز، به منزل هنرمندی رفتیم که از پیش کسوتان آواز در این مملکت هستند و شما در هر سنی که باشید، چه خیلی مسن و چه خیلی جوان، یک شعری رو هم شنیدید هم خودتون بارها زیر لب زمزمه میکنید که مهری مهری جان میری هندوستان و دیگه باقی هم خودتون میدونید. اینو این هنرمند ارزنده و پیش کسوت اجرا کرده بودن در چندین و چند سال قبل که حالا تا یه گفتگویی که باشون داریم حتما به این نکته هم برخورد خواهیم کرد. ما به اتفاق آقای بدیزاده که ما را راهنمایی کردند و کمک ما میکنند، آمدیم به منزل آقای سعادتمند قومی، هنرمند ارزنده کشور. البته ما قبل از اینکه شروع کنیم به ضبط این برنامه و گفتگومون، سلام احوالپرسی کردیم با ایشون. حالا شما هم که در حال شنیدن هستین، باز دوباره عیبی نداره که ما یه سلامی بکنیم. سلام آقای سعادتمند. شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. بنده سعادتمند قومی، بنده در سنه 1321 آمدم تهران بعد از اینکه پیشم استاد بزرگوار خودم در اصفهان، آصف رحیم اصفهانی که خدا انشاءالله بیامرزدش، این مرد شریف دو تا شاگرد دیگه هم داشت، یکی به نام ادیب خونساری که به نام تاج اصفهانی، بندم در حضورشون بودم. 8 سال آزگار در اونجا ما زحمت کشیدیم تمام این آوازهای ردیفای ایرانی رو خلاصه از این مرد محترم ما آموختیم. بعد آمدیم تهران سنه 1321 آمدیم اول لارزار کوچه خندان به نام انجمن موسیقی ملی با آقای خالقی. این مرد محترم ما رو راهنمایی کردن به استاد بزرگ آقای موسای معروفی، ما رو امتحان کردن. خوب یادمه که همایون از بنده امتحان کردن. بله. بعد این آمد بیرون، با آقای خالقی گفت که آقای خالقی یک عجوبه آمده حقیقت، بیاد ببینید یه نفر آمده به نام سعادتمند چه صدایی داره. اومد و در یه قفصه باز کرد، یه ویالون در آورد. خوب یادمه که دشتی کوچ کرد. گفتم آقا این دشتی برای من کوتاست، چون بنده صدام چپوی کوچ کرد. خیلی بلند میشه. گفتم خیلی خوب، شما بفرمایید کوچ کنید ببینید. حالا دو تا شعر که خوندم گفت کافی. آقای مجدیه همین امشب شما برید بالا برنامه بگیرید. بالا منظور بیسیم. بله. همون شب به شما از کنم ساعت 6 تا 6 رو یه برنامه ما اجرا کردیم، 4 رام خوندم. در فاصله که آغاز تمام شد تلفن کردم به آقای مجد، این مرد بیادتش به انجمن موسیقی ملی. حالا من حقیقت نمیدونم انجمن موسیقی ملی کجا هست. بعد من از آقای مجد پرسیدم که انجمن موسیقی ملی کجاست. گفت انجمن موسیقی ملی کنسرت دارم 15 دفعه. بعد که آقای خالقی اینجا هست، آمدیم انجمن موسیقی ملی، دیدیم آقای بدیزادم هستن. بعد آقا رو دیدیم و یه برنامه برای من گذاشتم اینجا با آقای مرتضای محجوبی. بله. تو خود انجمن. تو خود انجمن. بله. 20 دقیقه این برنامه رو ما اونجا اجرا کردیم با استاد. اونجا ما معرفی شدیم مثل استاد سبا،
مثل استاد معروفی موسای معروف. بله. بشم از کنم که بودیم تا ساعت یکی بعد شب طول کشید و ما رو اینجا استخدام کردم 15 دفعه بیم اینجا کنسری. آقای سازه بودم به خاطر اینکه به ردیف بریم جلو و مجزا بشه این تاریخ ها، این اشخاص و قشنگ مفهوم بشه برای همه ما، اجازه بدید که من یه چند تا سوال ازتون بخواهم. من فکر میکنم که اول شما بگید چند سالتونه الان؟ من 50 سال. 50 سال. شما 38 سال از این 50 سال رو من فکر میکنم در کار آواز بودید. بله. برای اینکه 8 سال شما تمرین کردید، بعد سال 21 تشریف آوردید، 30 سال هم این و 38 سال است که شما از این حنجرتون استفاده خوانندگی میکنید. خب وقتی به تهران آمدید و در این انجمن که حالا راجب اون انجمن اون موقع، چون ما الان هم انجمن موسیقی ملی داریم، نمیدونم انجمنهای آزاد موسیقی داریم، برای اینکه تفاوت انجمنهای فعلی رو با سابق بدونیم، از آقای بدیزاده خواهش میکنم راجع به انجمن اون موقع یه توضیح مختصری بدن تا بعد اون وقت من از شما سوالات رو خواهش عرض کنم که انجمن موسیقی ملی همون سالهایی که آقای سعادت گفتن تقریبا 30 سال قبل انجمنی تشکیل شد به همت در درجه اول خالقی، مرحوم خالقی البته، و یه عده از هنرمندان نوازنده و خواننده که بندم جز اونها بودم اساسنامه تشکیل دادند و نوشتند و درست کردند، مثل انجمنهایی که الان درست میشه و اساسنامه ترتیب میدهند، اونجا هم اساسنامه درست شد و تصویبی شد و یه افرادی جزء به اصطلاح اعضای مؤسس این انجمن بودن که بنده هم یکی از اعضای مؤسس بودم که هنوز کارتش هم دارم و دیگران هم کارتهای عضو مؤسس داشتن. و هفته یک شب اونجا برنامه های اجرا میکردن و جاش هم بعد شد در خیابان هدایت منزل مرحوم سپاندو. اونجا خانه داشت، این خانه رو به طور کلی در اختیار انجمن گذاشت و ما هر شب البته اونجا دور هم جمع می شدیم، ولی هفته یک بار برنامه داشتیم، محصول کار یک هفته تون رو می آوردیم و اونجا تنها آواز و ساز هم نبود، گاهی برنامه های تئاتر و نمایش های هم یه پیس های خیلی کوچولی 7-8 دقیقه تو هم با موزیک اوپرت اینها رو درست میکردن و برای اینکه تماشاچی و مهمان های اون انجمن لذتی ببرن و دعوت هم میکردن 500-600 نفر جمعیت میشد. من یک نکته اینجا یادمه که اون موقع که آقای سعادتمند به تهران آمده بود، چون صدای بسیار رسای مطلوب بلند واقعا پر اتاندویی داشت به اصطلاح معروف آوازخوان ها، یعنی صدایشون به قول خودش کپکوک، ولی خب هر کوکی تو هر سازی میکردن این مرد میخوند، خیلی رونقی داشت صدایشون. در اون موقع هم فرهنگستانی بود اینجا که لغت درست میکردن اینها، بنده اغلب تو فرهنگستان میرفتم. یه شبی که اونجا بودم فرهنگستان تمام شد یک افراد بسیار متشخص و متعین اون موقع گفتن که باشیم بریم و بیکاری به کجا بریم. من گفتم که انجمن موسیقی ما یه برنامه‌ای داره که اتفاقا امشب اون برنامه اجرا میشه که باعث اجرا بشه و اونجا پرسیدن که کیا هستن، کیا میخونن خواننده‌هاش، که گفتم سعادتمند قومی. این اسم چون خیلی معروف شده بود، این عده متعین متشخص که از افراد برجسته اون عهد بودن که با نهایت تأسف مرحوم شدن، اینا با یه شوقی آمدن سراغ من که با هم بریم اونجا. بعد قبلا تلفن کردم به خالقی که این چنین اشخاصی الان میان اینجا براشون یه جای درست کنید که اینجا چون محترمان من اون جلوی سالن ردیف اول افشتر تا مول و صندلی به فراخر اون آقایون گذاشتن و آماده کردن، 6-7 نفر بودن. اونها به ذوق آواز این مرد آمدن بس. و
و این مرد آمد اونجا توی سن و یک برنامه آوازی شروع کرد که واقعا میگم توجه تمام اون 500 نفر جلب شد، حتی اون 6-7 نفری که دنبال من بودن. این خاطره را من از این مرد محترم دارم که در اون انجمن خیلی متشکرم آقای بدیزاده که هم راجع به انجمن اون موقع توضیح دادید، هم راجع به اون برنامه. آقای سعادتمند، شما فکر میکنم جزو معدود کسانی بودید که صبح ازتون امتحان کردن، شب برنامه‌تون پخش شده. خدا شاهد هم میکنم. بله، حالا بفرمایید که کار مداوم رادیوی شما از چه سالی شروع شد؟ کار رادیوی که به من خود دادن سال 22. سال 22 بهش دارم. همکاران اون موقع شما کی بودن؟ نه نوازنده، خوانندگانی که همزمان شما در رادیو برنامه اجرا می‌کردن. شما می‌خونم مرحوم قمر بود، روحانگیر بود، بخش بود، آقای بدیزاده بودن، بله، عبدالعلی وزیری بود، بله، بنا. اون وقت بفهمید که بعضی ها وقتی کار هنری میکنن در رادیو یک مقدار سال میان، بعضی ها 5-6 سال میرن دیگه نمیان، دوباره برمیگردن. شما چند سال مرتب کار کردید با رادیو و آیا وسطش وقفه‌ای خورد یا نه؟ بنده قربان از همون سالی که عرض کردم خدمت شما، سال 22 22 تا 38 خوندم، آخر 38 خوب یادمه، 16 سال مرتب. ببینید یه روز من مرخصی بدم، یه دفعه هم غیبت هم میشم، نیم سال یه سال برای تمرین میرفتم غیبت. خب اون وقت سال 38 من خودم استفاده از بعد از استفاتون هیچ کار تازهی کردید؟ پلو خودتون یه مقدار آهنگی؟ از آهنگایی که ردیف های موسیقی که استاد محترم به ما اجازه، اینا رو هم مرور میکردیم هم نوشتیم، جمع‌آوری کردیم نوشتیم. البته این هنوز من چاپ نکردم چون چاپش خیلی. آقای سعادتمند، شما اشاره کردید که استاد شما استاد رحیم اصفهانی بودن که هم به حساب شما هم شاگردی بودید با آقای تاج اصفهانی و آقای ادیب خونسری. آیا کسانی پیش شما تعلیم گرفتن؟ شما خودتون شاگردانی داشتین؟ بودن ولی معروف نیستم قربان. ولی کسانی بودن که خودشون همینطوری دوست داشتن دوستشم بخونن و حالا هم هستن. ولی چون البته یه حادثه جالبی که ممکنه حادثه های غم‌انگیز هم تو زندگی شما، زندگی هنریتون وجود داشته، چون برنامه مامان صبح جمعه و طنز باید درش باشه، یه حادثه جالب و کمدی و خنده آوری که برای شما در طی دوران هنری اتفاق افتاده اگر واسه ما بگید خیلی ممنون. والا خیلی اتفاق افتاده. یکیش این است که بنده اون وقت ماشین خیلی کم بود، یعنی اینا یه جیب داشتم، یعنی خود اداری رادیو، خود اداری رادیو جیب داشت، آقای شادرانم رانندش بود. این سر موقع که ما میرفتیم مخور دولم منوان میسودم ما رو سوار کرد ازش برد. اون سازنی که حالا من استیده میکنم، البته الان اینجا اسم رفت جمع داره، این دفعه اولش بود. منم خواهش کرده بودم از آقای محشوبی که این میخواییم بیانیم بزنیم، که خب باشه امنیت داره من میشنستم این و این رفته بودم بالا. ما عقبتر رفتیم، من گفتی اینجا کجا هست؟ گفتم که اینجا استودیو سالا میریم بالا. خب بس اینا که این مسئول دجلای گفتم که اینا دجلای من خوشمزهی گفتم که آره آره اون یه آسانسور در از اون بالا میارم پایین، ما دوتا میدونم اون بالا تو باید بزنی منم باید بخونم. گفت من که نمیام، من میترسم، من قلبم خیلی ضعیفه. گفتم که خب حالا بالاخره من تمام همشریاتم گوش میکنن اینا. گفت حالا نمیشه من همینجا بزنم میکروفون بیارم پایین؟ گفتم نه، من حتما باید بریم اون بالا. زد بگیری فهمی تا گیری ترم که من نمیام بالا. بعد گفتیم بابا نه بابا اینجوری هست محصولیم هست. گفت چه نمید بالا؟ گفتم آقا این آقا سربیستر من گفتیم باید بریم اون بالا. گفت آقا جون قربونت برم بیا بریم بالا آخه، بیا بریم بالا آخه، این مزده این داخل برات هرش کشم جهت بالا. اتفاقا ساز خوبی هم دارد.
که الان هم حتما تزوه من جزوه سازنهای خوب را دید واقعا ما ارادت داریم. شما از ترانه های معروفی که خوندید یا آوازهای معروفی که خوندید و گل کرد در زمان خودش جز این مهری مهری جان که من از بچگی یادم هست میدونم همه هم یادشونه و میدونم و اجراهای مختلف هم داره کسان دیگه هم خوندن دیگه چی شما خوندید که خیلی گل کرده؟ اون قدی که ما میخوندیم قربان این ترانه ها خیلی کم بود ولی محلی ها رو تازه رفته بودن یه نفر داشتیم به نام آشوپور آشوپور مازندرانی بوده یا رشتی بود بعد من خوب یادم دو تا ترانه شیرازی خوندم همون تو انجمن موسیقی ملی اتفاقا اینا هم گرفت و بعد مرحوم خالقی گفت که اگر از اینها بازم هست بیارم من دو تا کردی هم خوندم یکی دمکل بود یکی کتان کتانه اون کتان کتانه اونو خیلی گرفت واقعا. بعد مرحوم خادی میساق بله من گفت که چون ایشونو با ما پیانو جز و ارکز بود و پیانو میزدین ها بعد من گفت یه کاری بکنی که ارکز جاز درست کنی این آقا جاز چیه گفت همین من یه آهنگی دارم و اینو این آهنگی داد به من گفت شراش خودت بدرست من مثلا این شرای حافظ رو نداشتم اون آوازش این مطلب خوش نوا بزن تازه مال حافظ ما این آوردیم و اتفاقا خور کردیم همین مهری مهری جان رو برای سرخش در سنه 1324 بله خور شده اتفاقا خیلی گرفت ولی بقیهش بنده هم آواز میخوندم و ردیف های ایرونی خب حالا آقای بدی زاده یه نکته ای که اینجا من میخوام بگم اینجا بد نیست این یه هم تاریخیست در موسیقی و هم یک حکایتیست بد نیست شنیدنیست از کنم که این مرد محترم آقای سعادتمند که اسم از رحیم بود سید رحیم اصفهانی این مرد معروف بود به همون سید رحیم اصفهانی و میگفتن رحیم زریباف در بیات اصفهان ما یک آوازی داریم که اسمش در ردیف قدیم میگن رحیم زریباف این مرد مرحوم استاد رحیم اصفهانی مثل سیتی شهابی فرض فرمون که سید رحیم سیدای شهاب میخون بنده معتقدم که این بیشتر این اسامی که در موسیقی ایرانی معروف شده روی اسامی اشخاص بوده مثلا یه آدم مدرسه خوب اون آقا اجرامی کرده به نام عمر مثلا حالا این اسمی که به گوش همه شماها آشناست در دستگاه همایون که آقای سادرمندم چون به زدیف موسیقی قدیم میدونم من مطمئنن که خیلی وارده در دستگاه همایون ما یه آوازی داریم به نام ابوالکعب میگن ابوالکعب یه اسم دیگری هم به نام تکاوک داره که تکاوک هم حتما این ابوالکعب یه ابوالقاسم کعب یا ابوالحسن کعب یه کسی بوده که ابوالکعب بوده این آهنگ را این اینجوری میخوند الان چندین صد سال شاید به نام ابوالکعب معروف شده حالا به عنوان نمونه مثال قربان خیلی مزارت میخواست تیکه جامعه دران جامعه دارن حالا که میخوندن مثلا جامعه میدروندن نکته دیگه ای که الان با سند محکم بهتون عرض میکنم در اواخر ناصر دیشا اسماعیل خانی بوده که میخونده یه آوازی هم ما داریم که الان معروف نباشه اینو خوننده های قدیم که از جمله پدر من صد و چند سال اون داشت یه آوازی بود میخوند اسمش بود اسماعیلی بله قاآنی در دیوانش دارد یک قصیده عجیبی که در محضری در بزمی بوده است که این اسماعیل خان اونجا بوده من دیگه یه مصرش عرض میکنم قاآنی در اون کتابش دارد امشب اسماعیل ما یارب که قوغا میکنه آوازی داشته از این اسماعیل که اون شب در محضری خونده و قاآنی اونجا بوده و تعریف این مرد کرده چون یکی از خواننده های گردن کرفت و عزیز و توانای عصر خودش بوده این دست و زبان و مغز
عرض کنم که مرحوم قاآنی وارد شده و قصیده‌ای درباره این و اسمش هم تو همون تیکه آواز هرن. من خواستم بگم که رحیم ظریفی داریم ما جز ردیف که به نام حتما این رحیم اصفهانی. این رحیم هم نه تنها ایشون، پیش از ایشون مرحوم طاهرزاده ها، سید حسین اندلی اینا همه بیشتر او بودن. خواهش این اواخر مردنش بر مهدی نوایی پلوی او کار میکردن. این نکته هم بنده خواهش بازم متشکریم آقای وزیزاده، واقعا مطلب جالبی فرمودید. من خواهش کرده بودم بله من خواهش کرده بودم از آقای وزیزاده که از دو سه تا از نوازندگان رادیو دعوت کنند یواشکی بیان اینجا و شما برامون با همین سن و سال، البته زیادم نیست 50 سال و قضیه فقط این است که مدتی است که نمیخونید، الان برای ما همون مهری مهری جانی که بعد از خوندن شما از سیلان اومدن اینجا خوندن، پاکستانی ها خوندن، خود خوانندگان ایرانی خوندن، حتی ما خودمون تو برنامه شما رادیو کمدیشو اجرا کردیم، شما یک بار دیگه با این موقعیت و با این فاصله که در کار هنریتون افتاده برای ما اجرا کنید. مثل که الان دیگه برسه حاضرین آقایان عبارتند از آقای ناصر زرآبادی و آقای اصغر کردبچه و آقای چنگیز اسکرپور و آقای حسین همدانیان. اینها هم در آهنگ و آواز آقای سعادتمند با ما کمک میکنند. حالا میخوام بپرسم ببینم از آقای سعادتمند که چی میخواید برای ما بخونید؟ خیلی ممنون قربان. در دستگاه ماهور یه تیکه ای است به نام داد، چند تا شعر مناسب برای شنوندگان گرامی میخوام بخونم. در ضمن یه آهنگی به نام مری مری جانه که 30 سال پیش من در عهد جوانی خوندم. حالا می که به سن 50 سالگی هستم میخوام برای شنوندگان گرامی بخونم، ولی اگر خوب نبود ببخشید. انشاءالله امیدواریم الان هم خوبه. خیلی ممنونم. بفرمایید. با کمال افتخار. Oh,
مدری افضال کردن بیران جاه شیطان گم را بریزان میری هندوستان در آب ما را رسان به دوستان فکر میکنم خودتونم راضی باشین از اینکه بازم به این خوبی خوندین، ما هم لذت بردیم و انشالله که شنوندگان ما هم لذت برده باشن. آقای سادتمند، من فکر یعنی چون خودم رو کوچکتر از اون میدونم که راجب سابقه و این کارهای هنری شما که مال اون زمان هسته پرسن، واقعا چیزی هم نمیدونم از اون موقع. شما اگر فکر میکنید چیزی من یادم رفته سوال بکنم، یا شما آقای بدیزاده مطلبی هست که نپرسیدیم، مطلبی هست که دارید و نگفتید، چیزی هست بفرد. یک چیزی که قربان بنده باید خدمتتون عرض بکنم، آواز ایرانی باید ارثی بشه، حتما باید پدر آدم خودش خواننده باشه، یعنی همینطور پدر در پسر بخونه. حالا اگر تصادفاً این اون پدره باید از کجا به وجود بیاد؟ بالاخره یکی باید باشه که بعد به پسرش برسه. تا اونجایی که بنده یاد دارم، چهار پشت خودمان میشناسم، پدر در پدر ما خواننده. بنده این نکته رو تأیید میکنم، مطلبی که آقای سعادتمند گفته. حال درباره خودم نمیخوام زیارت کنم، بنده خب پدرم جز خوانندگان معروف عصر خودش بوده و من پدر در پدر و مادر در مادر خواننده بودم. یعنی پدرم خوب میخوند، پدر پدرم خوب میخوند و پدر مادرم از بهترین خوانندگان عصر خودشون بودن. دوست و دایی داشتم، اینها از بهترین خواننده ها بودن که یحیای بلبل گویا معروف بود، اسمش گفتن بلبل گویا. محققا و 99%
بایستی که آواز ارثی برسه به یه آدمی. حالا اصولا به ارث معذرت میخوام، خیلی چیزا ارثی هست، مثلا خط میگن تفسشی ها خطشون خوبه همه، یا ارثی پدری خطش خوبه بچه هاشون خوب در اثر تمرینه، ولی این نمیتونه یه چیز قانون 100% باشه. بنده میخوام بالاخره در این زمان نه ببینید بالاخره در این زمان یه خواننده 17-18 ساله‌ای پیدا میشه و این ترقی میکنه، بعد امکان داره بچه های این بگن پدر ما خواننده بود، ولی خود این پدرش مطلقا خواننده نبود. این قانون نمیتونه باشه، ولی اکثریت اینجوری بوده. من میخوام این عرض کنم که به طور کلی بنده میخوام عرض کنم که آواز با صدا فرق داره. بله، یه کسی اهل آوازه، یه کسی صدا داره. صدا داره. این صدا رو شما هم دارید، کمان که چندین برنامه برای ما با صداتون خوندید نه با آواز. شما محققا میدونید که آواز شما شبیه مثلا با آواز اقبال سلطان نیست، ولی صدا دارید. صدا دارید، صداییست که توش آهنگه. آواز یه چیزیست که با طبیعت بدهد به بشر، مثل بلبلی که معروف است، میگن 40 تا تخم میذاره مثلا سار یکیش بلبل در میاد. طبیعت باید درست بکنی. شما الان از تمام این خوانندگان فعلی ما، یعنی آوازدار. نه صدادار، از آوازدارهای فعلی ما، از هر کس بپرسید